با سلام ها و درودهای فراوان به شما بینندگان عزیز برنامه گفتگو، امروز بار دیگر درباره سیاست های خارجی و بین المللی حکومت اسلامی در شرایط جدیدی صحبت میکنیم، در شرایطی که نشانه های روشنی از شکست محور مقاومت و سیاست بازدارندگی حکومت اسلامی در مقابل چشمان همگان هست. اعلام آتش بس در جنگ لبنان و اسرائیل و ادامه نسل‌کشی و کشتار بیرحمانه مردمان غزه، مردمان فلسطین در غزه و ادامه سرکوب ها در کرانه باختری و حملات منظم و پی در پی اسرائیل به سوریه و دیگر مناطق نشانه های یک در واقع بنبست در سیاست های حکومت اسلامی است و ضعیف شدن بسیاری از پارامترهایی که حکومت اسلامی به آن دل بسته. آینده این روابط بین المللی حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ رو امروز با محمد رضا شارگونی و تغییر روزبه در میان بگذارم. درود بر شما تغییر روزبه گرامی. منم همینطور به خود شما و شارگونی عزیز و مخاطبان گرامی درود میفرستم. در شرایطی که نزدیک به 50 روز دیگه ترامپ به قدرت خواهد رسید، به کاخ سفید باز میگرده، نشانهای بسیاری بر این هست که سیاست خارجی حکومت اسلامی با عوامل و مسائل تازه‌ای روبرو خواهد شد که ادامه سیاست‌های تاکنونی رو تا حد زیادی ناممکن می‌کنه، خصوصا شکست محور مقاومت و سرکوب شدید حماس و حزب الله و کشته شدن اکثریت رهبران و فرماندهان نظامی حماس و حزب الله شرایط رو به گونه‌ای رقم زده که دیگه حکومت اسلامی نمیتونه به اون سیاست‌های گذشتهش در به اصطلاح تقویت محور مقاومت تکیه کنه. در این حال این شکستن تابوی حمله نظامی به دو کشور، مستقیم به دو کشور اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، تا حد زیادی شکسته شده و اسرائیل دیگه عملیات‌های مخفیانش رو عملا و علنا داره انجام میده و علنا از نابود کردن بسیاری از سامانه‌های دفاعی و حتی اتمی حکومت اسلامی صحبت میکنه و کشتن رهبران به گونه ای که شایعات فراوانی درباره خامنه ای و جابجایی های او هست و در این حال بحث جایگزینی او به دنبال کشته شدنش یا مسائل اون طرح میشه. در این حال تشدید سیاست های تحریمی اروپا علیه ایران به واسطه مشارکت ایران در جنگ اوکراین و حمایت از روسیه تا حد زیادی حکومت اسلامی رو در موقعیت خاصی قرار داده، موقعیتی که نشانه های در واقع ناتوانی اون در پیش برد یک سیاست روشن و مستقل، سیاستی برای مبادلات تجاری و اینهاست. فشارها بسیار بسیار بالاست و بحران در مقابل ما دهان گشوده. چگونه میبینید شما این سیاست خارجی رو و چگونه خواهد بود و چرا از همکنون به واسطه همین فشارها و یا شاید به واسطه پیری و بیماری خامنه ای مسئله جانشینی او یا حتی قبل از مرگش جانشینی سیاست های دیگر داره تحت؟ در مورد این مسئله باید یک نگاه کلی تری داشت به این بحران منطقه. به قول معروف هم بخشی خالی لیوان هم نیمه پرودید. یه بحرانی است که حکومت هم توش سهیم بوده و البته نقشی داره و بخشی از هم معضل هم
به هر حال راه حل هایی که راه میدن مثلا در همین توافق نظر ایران رو جلب کردن. الان دیگه این منتشر شده آمریکا و حزب الله و دولت لبنان و بعد با توجه به اینها این توافق صورت گرفته. همونطور این بحران جوانب مختلف داره به طور همزمان، یعنی دولت اسرائیل هم به همون اندازه در مسائل خودش دچار بحرانه. بعد از 13 ماه اینها به اون هدفهایی که گفته نرسیده، بعد به خصوص در سطح جهان این مسئله کوچیک نیست، نمیشه هیچ حکومتی مخصوصا اگه یک کمی ادعای دموکراسی داشته باشه این جستار هم داشته باشه بتونه بهش بیتوجه باشه که چگونه در سطح جهان باخت باخت بوده. اینو همه اعتراف میکنه، حتی نماینده دولت آمریکا میگه همه مقصرها رو میگن اسرائیل ولی مثلا حماس هم هست، فلان هم هست، این درست نیست. یعنی توی این مسببات که در سطح جهان، شورای امنیت، داخل، همین جنایت علیه بشریت، برای گرسنگی، همه اینها، یعنی مجموعه رو باید در هم دید و بعد یک تحلیل درستی کرد. والله هر کس از زاویه یک به اصطلاح دولتی که باش درگیره یا حکومت بخواد تحلیل کنه، خب منطقا میفته به یک مسیر یک جانبه و نادرست. یعنی تحلیل درست نمیاد، میشه مسائل خاصی رو که به هر حال زاویه. به نظر من در این مورد مسائل پیچیده است، یعنی هم رژیم شکست های خورده، دستاورت هایی که ادعا میکرد و فلان، محورهای مقاومت آسیب دیده، این که بگیم تمام شده، این هم ارزیابی نادرستی است که خیلی یاد دارن. خاطر این که مسئله حزب الله در لبنان که اینجا مسئله مهمی بوده و در این بحث مشخص، در ساختار قومی و مذهبی لبنان که بر مبنای این ساخته شده، یه وضعیت ممتاز و ویژه‌ای داشته که این رو نمیشه به این سادگی از بین برد. کشوری مثل لبنان ارتشی داشته که ارتش حزب الله همچنان قوی تر از همه بوده، از همه بقیه، از همه ارتش، حتی کشور و هست. و توی این فاصله در این حال که ضربات خیلی عمیق رو خورده و رهبری رو، فرماندهان رو، ولی کلن عملیات حزب الله وقتی که اسرائیل وارد خاک لبنان شده تشدید شده، نه خاموش نشده، یعنی میخواسته اینا رو خاموش کنه. الان در درون اسرائیل سر اینم دعواست که اون حتی اپوزیسیون خیلی عجیبه که داره کوتاه میای، حالا اون راست افراطی که تو کابینه است که بحث دیگه است، این هم شدیداً فشار وارد که بعد کار رو تموم میکردید. اسرائیل یه برنامه حداقل، یه برنامه حداکثر بگیم داشته باشه در این مورد، به حداقل بسنده کرده و دلایلش هم گفت. نتانیاهو اومد بلاون بالاخره سرپوشیده و جویده جویده به نحوی گفت مسئله تسلیحات قدر کافی نرسیده به من و بعد می‌خواستم جدا کنیم مسئله غزه و اینجا رو و بعد مسائل دیگه‌ای، چون می‌دونیم که از نظر اقتصادی و همه اینها اون امنیت، مثلا اسرائیل کشور کوچیکه دیگه، مثل ایران یا کشورهای بزرگ که نیست که. وقتی شما موشک‌های رو میکنیم 4 میلیون یه دفعه میرن توی مثلا فرض کن پناهگاه ها، اینا اصلا این دائمی داره تکرار میشه. یا مسائلی که تو شمال در واقع لبنان و جنوب غزه هست به سمت شمال، میبینیم اونجا مثلا ده ها هزار نفر، مسئله فشار سنگینی بوده. یعنی میخوام بگم که مجموعه مسائل در نظر بگیریم به ایسادگی ها نیست، ولی این واقعیت داره که حکومت اون محور ائتلافی و محور مقاومتی که بهش مینازید اون همه شدیداً زیر فشار قرار گرفته و نه فقط اونطوری نفوذ اون چیبرها و بیسیمها و بعد تلفات رهبری اونها اتفاق افتاد که بسیار شوک‌آور بود برای طرفدارانش، برای خودش، و بعد معلوم شد که در حزب الله چقدر نفوذ داشته و بعد در خود ایران چقدر نفوذ داشته و داره. یعنی یکی از مسائل که الان درگیرن همین نفوذه، نتونستن و داره مطرح هم میشه، قبلا هم مطرح شده بود، حالا با توجه به اینها به این سادگی هم نمیشه اون از بین برد که نتونستم. پس بنابراین آسیب پذیری ها زیاده، به خصوص که پدافند هوایی و حملات که قبلا شده، اینا معلوم شد که ایران فضای آسمانش قوی نیست، مشخص بود ولی یا تست هم شده، همه اینا هست. پس بنابراین یک مسئله مهم اینه که ما کل مسئله رو، آره در سیاست خارجی ترامپ داره میاد، الان اروپا فشار سنگینی آورده، خطنامه رو
یه تصویبی کرد در شورای حکام و بعدش برنامه معلوم سازماندهی شده زمانبندی شده هست که چجوری در تاریخ مثلا فرض کن بهار این قطعنامه بعد تمام جزئیات گزارش داده بشه وسیله رئیس آژانس و بعد چجوری 10 ماه مهم و ملتهب وجود داره که تا اون برجام تاریخش تمام میشه و اینها میخوان در این فاصله هم قطعنامه حکام و ازش به عنوان برگ برنده استفاده کنن و هم اون ماشه اسنپک اون به اصطلاح برگشت تحریم ها و همه اینا که به طور اوتوماتیک انجام خواهد شد اونو فعال کنن که به خصوص این که وجود داریم فشارها همزمان حکومت اسلامی هم از اون ور در این حال که در نقطه ضعفه ولی دکترین هستیش هم تو که عراقچیان دوباره مطرح کرد قبلا هم مطرح کرده بودم وسیله عناصر مثلا مشاور رهبری و غیره و غیره که اگر این مسئله تحریم ها بخواد بازگشت پیدا بکنید 10 ماه ملتهب که میگم 10 ماه است که معلوم نیست چه حوادثی بعد دید چون ترامپ هم به وارد میشه این مسئله اصلا پیچیدگی های عجیب غریب پیدا میکنه و اون حکومت اسلامی تهدید کرده که از اون مثلا گریز هسته ای عبور خواهد کرد و شاید بحث همین که میبینیم دو مجلس همه جا داره این روز مطرح میشه این یه حادثه بزرگ حکومت اسلامی از اون امپتی خارج بشه و از این به عنوان حربه برندهی در مقابل اونها حالا بستگی داره که بلا فاصله بعد از اون قطعنامه اروپایی ها و اینها با هم پیغام پس خواهم بودن که بگیم مذاکره کنیم و عراقچی گفته این طوفان خواهد بود این مذاکره بعد ببینیم چی میشه البته همه میدونن که بدون حمایت آمریکا و پیوند با اون و مذاکره با اون و قرارداد جدید و فشار حداکثری که حتما ترامپ در شروعش روش متمرکز خواهد شد البته ممکنه به معاملات برسه یا نرسه بحث دیگه است ولی فضا اینجا وجود نداره مگر اینکه قبلا اینا هم البته گفتن ما حاضری مذاکره کنیم و توی نیویورک رفتن و بعد هی پیغام پسخام دادن که حاضری مذاکره بکنیم ما دیگه اون شروط قبلی اینا که مثلا گفتن اصلا با ترامپ ما هیچ وقت مذاکره اینا الان ابطال شده مشخصه یعنی یه جام زهری حکومتی صاحب بعد تمام عیار در این حوزه ها بنوشه یا اینکه وارد ماجراجی های دیگه بشه یعنی که اونم پیامدهای خودش و مسائل خودش داره که بعد رصد بشه ببینیم چی میشه به هر حال این واقعیت داره که ما وارد فاز جدیدی از بحران شدیم در فضای منطقه بین المللی و البته بحران های داخلی چون سیاست خارجی ادامه داخله بالاخره یه جوری پیوند داره بدون اون نمیشه اونجا ثابت بمونه اینجا مثلا موفق بشه کامل این حرفا رو حاجت سیاست های کلام باید عوض بشه یه سری چیزها خب این مسئله بسیار مسئله حساسی است که بحرانی که حکومت جمهوری اسلامی باهاش مواجه شده به سررسیدهای جدیدی رسیده که اگر نتونه مسائل رو در این دوره که ضعیفترین وضعیت هم قرار داره خودش انجام بده حالا در مورد داخل بعدا صحبت میکنیم بحران های داخل که ادامه داره با این و کمانه میکنن با هم پیوند میخورن ولی مسئله اصلی به هر حال الان اینه که حکومت اسلامی فعلا میخواد مذاکره با این بکنه و قبل از اینکه ترامپ بیاد این مذاکره رو هم چراغ سبز داده سریع که بتونه اروپا رو چون در دوره قبلی اروپا در مقابل آمریکا بود به نحوی حاضر نبود و دعوا بود دیگه بین ترامپ اون دوره و مسئله اینا که از برجام تو میگه ولی آمریکا چون مسئله فشار حداکثر هم موقع وارد کرد ترامپ و مسئله تحریم های ثانوی باعث شد که اروپا نتونه از برجام از نظر حمایت اقتصادی اون وعده هایی که داده شده بود توش حمایت بکنه در نتیجه حکومت اسلامی از اینجا رانده از اونجا مانده شده بود هم قرارداد بسته شده بود هم چوب و هم پیاز معلوم نشد که چی میشه نتیجهش الان میخواد سعی کنه که مثلا با مسیری که تا حالا طی کرده یکی از دلایل بنبست همینه که اروپا رو همچنان دور کرده و تشدید کرده روابطشو و تخاصمشو میبینیم هیچ وقت هواپیما اینطوری مثلا تحریم نشده بود مسئله کشتیان تحریم نشده بود آلمان یه دفعه ترک کرد در مورد اون تبعیتی که به هر حال اعدامش کردن یعنی مثلا تمام سیاستاش هم گفتم داخلی خارجی با هم گره خوردن جوری در هم تنیده شده که عبور از اینها بسیار بسیار مشکل و دشوار هست من فکر میکنم که الان حکومت اسلامی فکر ما ترامپ اومد که میخواد بیاد قبلش اروپا رو یه مقدار ترمیم بکنه میخواد این باشه اگه بتونه البته با بازی با همون چاشنی هسته‌ای
که خود این تحریک آمیزه، ولی به هر حال به یه توافق برسه که سعی کنه در آینده با ترامپ با مثلا جلب همراهی مثلا نسبی اروپا بتونه مثلا در چانه زنیش قدرتش رو بالا ببره و یه توافقهای جدیدی حتی اعلام کرده، توافق جدید قبلا اصلا این حرفا رو مطرح نمی‌کردن، حاضریم ببندیم و تو کلی هیچ معلوم نیست اصلا توش چه هست چه نیست، ولی به طور کلی اینا رو دادن. بعد منتظرن که ترامپ هم بیاد ببینه سیاستش چیه، ولی الان ما می‌دونیم که ترامپ تو گزارش‌های کرسی رسانه‌ها فلان اینا کاملا اون تیمی رو که فشارها رو بدونه که بگذره، چون 10 ماه حساس وجود داره اونجا، حد اکثر میخوان از همون زمان از همون اول استفاده بکنن و در نتیجه وضعیت بسیار عجیب دراماتیکه. همه ششتون اسرائیل هم اینو اشاره کنم دیگه این بحث تمام میکنم که کاملا گفته که ما یک یعنی این بحث مطرحه، البته صریحا نگفته ولی کاملا قابل تاییده به نظر من، که این قرارداد صلح گزمی پیمان یک بند مخفی هم داره اعلام نشده، اینه که آمریکا و اسرائیل با هم رو مسئله هستی ایران متمرکز بشن. نتانیاهو اینو به این شکل گفته که ما از یک از دلایلی که این آتش بس کردیم که متمرکز بشیم رو ایران رو همه هستی اونا همون دکتره اینو مطرح میکنن. پس بنابراین ببینید که از این چه چیزی میتونه در بیاد، یک طرفش یک توافق هاییست، یک طرفش هم معلومه چه انفجاری از این بحران به وجود بیاد. البته حکومت اسلامی قبلا این کارهایی کرده با کشورهای عربی منطقه که جام زهر مثل اندکی حالا فعلا نوشیده از این بخش کل و با عربستان رابطه شو با بعضی کشورهای امارات امتیاز داده، امتیازاش اینطوری نیست که همینطوری شده باشه و در همین مثلا صلح اینا خودشو میبینید، صلح حزب الله و غیره و اینا. و در سوریه هم الان فشار رو به اشتیاط کردن، دولت اسرائیل نمیخواد اونجا به هیچ وجه امکانی که حزب الله و اون مسیر عبور تسلیح، چون یکی از چیزهایی که حزب الله نباید مسلح باشه و در واقع به ظاهر خلع سلاح بشه، آیا این اصلا امکان پذیره؟ پس این شکننده است. این زمین من این فقط با این جنبندی این قسمت رو کنم، این صلح تضمین شده نیست، بسیار شکننده است، باید دید چون توش خیلی مسائل هست. جلال حزب الله بیانیه داده گفته ما مقاومت همچنان ادامه خواهیم داد، مثلا این باید دید، تو در غزه هم قبلا یک مذاکراتی شد، یه صلحی هم شد ما دیدیم، ولی کوتاه مدت. اینا ممنونم، درود بر شما محمد رضا شازمی عزیز. شما والا منم تایید میکنم اون چیزی رو که رفیق تری میگه، من به نظرم درسته در مجموع جمهوری اسلامی وضعش خرابه، منتها همونطور که تقییم گفت واقعیت اینه که اسرائیل هم ضربات مهم میدیده، یعنی در واقع مهمترین مسئله رو اگه در نظر بگیریم که جنگ، یعنی این که شما در سطح سیاست بتونید کاراتون رو راحتتر پیش ببرید دیگه. ضربه ای که اسرائیل در افکار عمومی غرب دیده اصلا بی سابقه هستش، مخصوصا این به اصطلاح نسل کشی و اینها. حتی توجه داشته باشید که مثلا یهودی هایی که برخورد میکنن با اسرائیل، بعضی هاشون حتی از بازمانده های چیز هستن دیگه، مثلا میبینید که در اون دادگاه کیفری بین المللی مثلا کسی یکی از اون قضات از بازمانده های هولوکاست، مثلا اصلا اینطوری صریح موضع میگیرن در علیه بر علیه اسرائیل بر علیه نسل کشی و اینها. اسرائیل واقعا در سطح بین المللی، حالا بین المللی وقتی میگیم به نظر من بیش از همه باید توجه کرد به افکار عمومی اروپای غربی و آمریکا. در این سطح اگه نگاه کنیم، با اینکه دولت‌های این مناطق در واقع دولت آمریکا، دولت‌های اروپای غربی و فلان از اسرائیل همچنان حمایت می‌کنند، منتها در سطح افکار عمومی اسرائیل ضربات خیلی جدی دیده، این هیچ وقت سابقه نداشته. جمهوری اسلامی هم ضربات خیلی روشنی دیده و طبیعتاً دوره چرخش فرا رسیده دیگه، بایستی سیاستشون رو تغییر بدن. نشانه های چرخش در سیاست خارجی هم خیلی مشهود هستش، مثلا توجه داشته باشید که همین الان رهبران جمهوری اسلامی
آشکادا دارن از وضعیت بسیار خراب کشور دارن صحبت میکنن. حرفهای قالیباف رو به عنوان رئیس مجلس دیدید دیگه، که ما دیگه حالا هیچی نداریم، حتی نفت نداریم که در واقع صادر بکنیم و نمیدونم یا مثلا تحریم کنیم کشوری رو فلان، یا مثلا حرفهای پزشکیان رو که همین دیروز مثل که گفته و اینا، که اصلا وضعیت کشور این که بعد از 45 سال همچنان بعد از انقلاب خراب و خرابتر شده، اینا را چطوری میشاخه تحمل کرد؟ و اینا را کسانی میگن که در داخل حکومت مسئول ها هستن، یعنی رئیس قوه مقننه و رئیس قوه اجرایی کشور وقتی این حرفا رو میزنن، حرفای خیلی مهمیه دیگه. جمهوری اسلامی اون سیستم به اصطلاح نیروهایی رو که در سطح منطقه ازشون حمایت میکرد، که معمولا در غرب و اینا به اینا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میگن، که به نظر من از یه لحاظی گمراه کننده، چون اینا همهشون آلت دست جمهوری اسلامی نیستن. جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه از بعضی، مثلا حماس مثلا با جمهوری اسلامی اونطوری نیست که مثلا آلت دست جمهوری اسلامی باشه. حتی حوثی ها که بانج شیعه هن، منتها شیعه های پنج امامی هستن و آلت دست جمهوری اسلامی نیستن. منتها خب مسلمه که حزب الله یا مثلا اون نیروهایی در عراق هشت شعبی، بخش های از هشت شعبی، خب اینا به طور ویژه به جمهوری اسلامی مثلا ارتباط پیدا میکنن و اینا ساخته و پرداخته اون هستن. ولی در مجموع کلن جمهوری اسلامی میبینه که همه اون چیزی رو که به اصطلاح سعی میکرد اونها رو به اصطلاح نیروهای حفاظی خودش بکنه، در واقع از دست داده و سیاست خارجی کاملا شکست خورده است. از طرف دیگه مثلا همونطور که رفیق ترین اشاره کرد و اینا، فکرشو بکنید که اروپا در دوره‌های قبلی به یه نحوی در مقابل فشار آمریکا به اصطلاح سعی می‌کردن که وساطت کنند و مثلا سعی کنند که بیش از حد به جمهوری اسلامی ضربه وارد نشه. مثلا آلمان رو در نظر بگیرید امروز و اون روزها، اینها حالا فشار رو بسیار شدید کردن. اینا هم متوجهن، یکی از دلایل این که اروپا سیاست خیلی تندی رو علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته و اینها، نشون دهنده اینه که به اصطلاح یه دوره چانه‌زنیه، بایستی چقدر عقب نشینی کنید، نه این کافی نیست، باید بیش از اینها عقب نشینی کنید و اینها. علتش یکی از چیزهاش اینه که جمهوری اسلامی که در واقع آویزون شده بود از روسیه در اوکراین از طریق شرکت در جنگ اوکراین و اینها کمک رسون به سوریه به روسیه و فلان و اینا، اون ضرباتش رو حالا میبینه دیگه. این مسئله تا به اصطلاح عقب نشینی قاطع صورت نگیره، اروپا حسابی به اصطلاح یقه جمهوری اسلامی رو گرفته و اینها مجبورن عقب نشینی بکنن. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ناگزیره که با آمریکا رو در رو بشه. حتی من فکر میکنم که به یه نحوی از انها اینها حالا در بین خودشون مسئله هست که ما نمیتونیم این برخورد رو با اسرائیل داشته باشیم که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، اون حرف خمینی و فلان و اینها، اینها امکان نداره. مثلا کافیه که حرفهای پزشکیان رو در مجمع عمومی، قبلا هم صحبت کردیم در این رابطه، مثلا در نظر بگیرید در رابطه با آمریکا، گفت ما حاضریم به اصطلاح کنار بیاییم به خیلی چیز دیگه، حتی کلمه برادری رو در مورد آمریکا به کار برد، که این اصطلاحا در یک نطق سیاسی اونم در مجمع عمومی معنا داره دیگه. مثلا در رابطه با اسرائیل حتی گفت که اگر اسرائیل سلاحش رو زمین بذاره ما هم زمین میذاریم. یعنی چه؟ یعنی که ما جنگ نداریم دیگه با اسرائیل. مگه شما نمیگفتید که اسرائیل باید محو بشه از صفحه روزگار؟ یعنی اینها نشون دهنده اینه که به یه نحوی موجودیت اسرائیل رو حتی آمادن که تجدید نظرهایی بکنن. همه اینها باعث شده که در داخل حکومت هم
اون جناحایی که در واقع قبلا از این سیاست جمهوری اسلامی منتفع می شدند و نمیدونم نقش مهمی داشتند در این را ماجراها، اونها شدید انتقاد کنند. یه مثلا می بینید که در مدرسه مثلا در رابطه با پزشکیان چطوری برخورد می کنند، چطوری در مورد ظریف برخورد می کنند که مثلا این پسراش بچه هاش مثلا شهروند آمریکا هستن. خب در آمریکا هر کسی متولد بشه شهروند اتوماتیک شهروند اون کشور میشه دیگه، فلان اینا. بچه هستش اینا. آیا وقتی که ظریف از این مهمتر که حالا مشاور پزشکیانه وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود در دوره برجام بعد از اون فلان اینها، آیا اون موقع همین ظریف همین پرونده رو داشت یا اینکه اون موقع متوجه نشده بودی که این فرزندانی داره که شهروند آمریکا هستن؟ اینها اون دعواهایی که حالا برخواسته. حتی میبینید که خامنه‌ای میگن که گفته که نه ظریف رو استثناء کنید، از این حمله نکنید و فلان. در مجلس بعضیا دارن همچنان شروع پلو میکنند و اینها. منظورم اینه که شکاف در داخل خود جمهوری اسلامی برای اینکه این تغییر ریل بدن در سیاست خارجی شدت پیدا کرده و احتمالاً شدیدتر خواهد شد. وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی طوریه که به اصطلاح دیگه نمیتونه ادامه بده. همه مجبورن برای حفظ حکومت، اون چیزی که خودشون میگن از همه واجب تره، حتی از نماز و روزه هم واجب تره که حکومت اسلامی رو حفظ کنن، در واقع مجبور هستن که به اصطلاح اون حکومت خودشون رو نگه دارند. برای این من به نظرم چرخش در سیاست خارجی تلاش میکنن. منتها غرب هم آمریکا و اروپا میدونن که حالا جمهوری اسلامی در منگنه هستش و دارن چانه زنی میکنن. البته همونطور که رفیق تقیه مشاور کرد، ترامپ چه بیاد، خب ترامپ سیاستش روشنه دیگه، سعی خواهد کرد که فشار بیاره اگر جمهوری اسلامی سیاستش رو عوض نکنه. به این خاطر که اینها هم آمادگی اعلام آمادگی میکنن که ما حاضریم با دولت ترامپ مذاکره کنیم و مثلا لاری جانی اینو به عنوان این مطرح میکنه. مثلا خود همین که جلو فرستادن آدمی مثل لاری جانی و اینها معنا داره دیگه. کسی هستش لاری جانی رو مثلا فرستادن، همون کسیه که به حزب الله توصیه بکنن که کوتاه بیایید، ما میگیم چاره آره سازش بکنید و فلان و اینها و امضا بکنید اینها رو. آیا در سیاست جمهوری اسلامی در لبنان شکست خورده؟ به نظر من قطعا شکست خورده. منتها اینکه یعنی در اونجا دیگه منطقه نفوذ جمهوری اسلامی به اون معنا، نه اینکه منم موافقم با رفیق تقی که همچنان نفوذ خواهد داشت، چون واقعیت اینه که از لحاظ جمعیت شیعیان لبنان در بین جمعیت لبنان به اصطلاح 1% خیلی بالایی هستند دیگه. اینا رو نمیشه نادیده گرفت. نه اینکه همه شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی باشن، ولی خب مهمه این نفوذ ادامه پیدا کرد. در رابطه با فلسطینی ها هم به نظر من در بین مردم فلسطین، در بین افکار عمومی عرب ها، جمهوری اسلامی تنها کشور اسلامیه که از مسئله فلسطین حمایت کرد. این را باید توجه داشته باشه. و این در حالی که اسرائیل ضربات بزرگی دیده به لحاظ اعتباری و اینها در سطح بین المللی، نسل کشی و اینها، مثلا یه نوع هولوکاست دیگری اتفاق افتاده در واقع در غزه، در سطح افکار عمومی عرب ها توجه داشته باشیم، عرب ها اصلا قابل مقایسه با کل یهودی های دنیا نیستن. حالا بخش قابل توجهی از خود یهودی ها هم علیه اسرائیل برخاستن. در بین عرب ها افکار عمومی عرب ها در واقع میبینن این تنها کشوریه که از فلسطین دفاع کرده دیگه، افکار عمومی حمایت میکنند جمهوری اسلامی. همه قرائن و حتی نظرخان سنجی ها فلان شده نشون میده. به این خاطره که دولت های عربی که هیچ کدومشون اصلا انگشتی هم تکان ندادن در رابطه با مسئله فلسطین و اینها، ناگزیرن این افکار عمومی رو نادیده نگیرن دیگه. جستش و اینو به یه نحوی انعکاس بدن. تصادفی نیست که مثلا عربستان سعودی و اینها
آشکارا به اصطلاح یه نوعی با جمهوری اسلامی روابط گرمتری دارن. مثلا همین الان در کشورهای جنوب خلیج فارس اون گرانیگاه دنیای عرب، حالا کشورهای جنوب خلیج فارس هستن دیگه، اونها میبینید که کلن با گشاده رویی با جمهوری اسلامی برخورد میکنن، که حالا بعدن چه خواهد شد و چیز دیگریه. مثلا حتی به اصطلاح فرمانده نیروهای مسلح مثلا عربستان رو میفرستن به چیز با مذاکره با اینها، نمیدونم با باقری، سردار باقری مذاکره میکنن و فلان و اینا. به نظر من جمهوری اسلامی هم دستاوردهایی داشته در این جریان رویارویی، منتها وضعیت طوریه که بالکل مخصوصا در داخل ایران کاملا شکست خورده و برانگیختگی عمومی مردم ایران طوریه که اینا مجبورن حتما و حتما در سیاست خارجیشون تغییر ری بدن و این رو حالا چقدر عقب نشینی خواهند کرد و فلان حالا باید با قرائن و اینها دید، ولی من فکر میکنم حتما مجبورن عقب نشینی. ممنونم رفتاریش. در رابطه با خب این چالش هایی که هست، واقعیتش اینه که یه سرمایه گذاری عظیمی حکومت اسلامی توی رابطه بین‌المللیش روی مسئله محور بازدارندگی انجام داد توی حزب الله و حماس و اینها، خب ضربات سنگینی این محور خورد، خصوصا عملات مستقیم اسرائیل به ایران و زدن یه سری پایگاه‌ها تا حد زیادی مسئله ضعف بنیه دفاعی و نظامی ایران را از یه بر آشکار کرد، و از طرف دیگه ادامه سیاست‌های حکومت اسلامی در اوکراین و حمایت از روسیه تا حد زیادی اروپا رو چنان برانگیخته که همونطور که شما هر دوتون گفتین موقعیت ایران دیگه زیر فشارهای شدیدی، حتی قبل از آمدن ترامپ مسئله تشدید تحریم‌ها از طریق اروپا در حال پیشروی و مسئله خود ماشه و این مسائل در ارتباط با برجام مطرحه. توی این دوره ما یه دفعه می‌بینیم خب بن‌بست های تازه‌ای رو آشکار می‌کنه موقعیت حکومت، همه از یک سری اختلافات جدی صحبت می‌کنن، شاید مسئله مطرح شدن مدام ظریف در و پسرانش در مجلس یکی از عوام در واقع نشانه ها باشه، اما نشانه های دیگه حرف های مثلا قالیبافه در ارتباط با مسئله نفت، سلاح نفت که چطور میتونن استفادهش کنن و نارضایی های گسترده‌ای که در همه جا هست. ما ببینیم تظاهرات های گسترده بازنشستگان رو و کارگران رو ما تا همین دو هفته شاهد بودیم و اعتراضات مدنی بسیار، اعتراضات که هم در ارتباط با مسئله قطع برق و آب و اینهاست توی کشور، گرانی های وحشتناک، قیمت شکسته شدن حتی بیشتر در واقع قیمت دلار همینجوری داره بالا میره و پول ملی واقعا کاملا ارزش خودش از دست میده، زندگی ها مردم به شدت زیر فشارهای سهمگینیه که همچنان با تهدیدهای بزرگتری روبروه. مسئله افزایش قیمت سوخت همچنان مطرح میشه و میارن میبرن و این معلومه که یک استراتژی بالا بردن این قضیه هست، در حالی که 70% بودجه کشور دست نهادهای رهبری بدون هیچ نظارت و هیچ چیزی و کمکی به اصطلاح به بودجه کشور نمیکنه، و 30% هم دچار بحرانه، یعنی اونجا صندوق خالی ما بودجه و اینها رو داریم، یک صندوق خالی داریم، در این حال سیاست های بسیار وسیعی که باید اجرا بشن و هیچ کدام اجرا نمیشن. چه حرف های پالیزدار هم هست دیگه که از افشاگری میکنه در مورد بسیاری از رهبران حکومت اسلامی و مسئله تغییر ریل سیاست ها رو در صورت رهبری مشتبه داره مطرح میکنه. اینها رو چگونه به هم میشه ارتباط داد، این بحران روابط داخلی رو، اینکه یک چرخش ناگزیر در سیاست های کلان نه فقط در عرصه خارجی بلکه در عرصه داخلی هم
ناگزیر حکومت داشته باشه. چجوری میبینید؟ الان خب حکومت اسلامی از دیرباز دچار بحران بوده، بحران‌های متعدد همزمان، ولی چندین سال مخصوصاً از خیزشی که اتفاق افتاد، همین خیزش زن زندگی آزادی، وارد مدار بحران بازتولید شده. یعنی دیگه نمیتونه خودشو بازتولید بکنه، کم و کسری میاره، کم و کسری میاره، فرافکنی هم میکنه و دوچار تلاطم های بیشتری میشه و هرچی هم تلاش بیشتری میکنه اون انرژی هایی هم که مونده به مسیرهایی که از قبل بسترسازی شدن، به این سادگی نمیشه عوض کرد اون سیاست ها و این تناقض سیاست هایی که در درون سیستم هست فلج میکنه، آچمز کرده، هیچ کاری رو نمیشه پیش برد. فرضاً زیر فشار جنبش مجبور شد یه عقب نشینی جام زهری بخوره و از خالص سازی دست برداره و این پزشکیان رو ورد. الان 100 روز گذشته، صحبت از بیلانش هم شده در درون همین رسانه ها و اینها. به هر حال چیزی تکان نخورده، البته به لحاظ فرمالیتی و تشریفاتی، چون بیانیه هم داده بود قبلا تحت عنوان میثاق با قومیت ها، با ملیت ها، ما میبرم اونا تحت عنوان اقوام و قوم ها، همین پزشکیان اینا داده بودن میثاق اینا و توافقی هم مثلا جلب کرده بود بالا و اینا، چون این خودش هم از اونجا اومده بود، از تبریز و از این ماجرا، و این یکی از شعارهای اصلیش بود. مثلا یه تغییرات لحاظ سوری، مثلا استاندار بلوچستان، استاندار نمیدونم عرب در بخش عرب اهواز و اینا، بعد آبادان، بعد همینطوری کردها و اینا، مثلا صورت داده. ولی یا چند تا اشانتیونی مسئولیت زنان گذاشته شده، ولی مسئله بحران در ایران اونقدر عمیقه که با این چیزهای نمایش صورتی نمیشه اونا رو حل و فصل کرد. اونا فقط یه توهمات، امیدها ایجاد میکنه که بستگی داره که پشتش چی بیاد، پشوانه داره یا ندار. اونا اگر بیان خب ممکنه در یک فرایند یک بخشی از جامعه رو مثلا متقاعد کنه که بله، مثلا احتمالا تقریبا الان درست عکسش شد، چون اینقدر سوری بوده و هنوز هم اون به قول معروف اون ماه اثر یک دولتی که میاد تمام میشه به تدریج، فضا تازه شروع میشه، اونهایی که میخوان تعرض کنن تعرض شروع کنن، یعنی سفارایی ها تو اون صدر صورت میگیره، حالا یه مقدار رعایت میکنن روزهای اول، مثلا رهبری هم گفته ساکت باشید، نمیدونم وحدت رعایت کنید اینها، ولی اینا زیر پوست که نمیمونه، میاد تو صحنه. الان هم اومده، الان نمونهش مثلا چیه در مورد فیلترینگ، مثلا میبینی که چیزی که خیلی هم امید داشتن توافق بشه صورت بگیره، ولی نمیشه، مقاومت داره میشه، کما اینکه دوباره مطرح کردن، همه علی ربیعی مطرح کرده، مشاورش اینا، دیگران روزنامه، همه، یعنی مستند کاملا، که کسایی هستن نمیذارن، مخالفت میکنن و خب اون وفاق هم که ناورده اینا هم هستن تو سیستم. گفته میشه که نصفی از این کابینه از همون کابینه قبلیه، 13 بعد مقامات و به هر حال اون مصادری که دارن همچنان دار، اینها خب کارشکنی میکنن، رسانه دارن، روزنامه دارن، همه اینام دارن، سپاه و اینام هست اونجا. پس بنابراین مشکله، که با اینکه علی ربیعی گفته که آخه این چه مرضیه، حالا من دارم میگم این مرض، ولی میگن رسانه هاشون، چون هیچ عقلانیتی حتی اون یک ذره هم توش دیده نمیشه، چون خود حکومت از یه طرف فیلترینگ میفروشه، یعنی این سیستم از یه طرف فیلترینگ میکنه، از یه طرف فیلترینگ میکنه، از یه طرف تمام خودشون میرن توی تو تمام این شبکه های غیرقانونی، یعنی اینقدر علنی شده، برملا شده که حیثیتی برای رژیم نمیذاره، این تناقض هایی که بوتا نمیتونن از این بیان بیرون، در این حد مسائل مثلا عمیق شده، جف شده تضاد و در واقع بی‌معنا بودن همه این تصمیمات سیاسی. ولی نمیدونم، اون میگه که 500 هزار تومان هر خانواده ای، علی ربیعی میگه، صرف میکنن که این فیلترینگ رو، به اصطلاح پولشو میدن، چون هست دیگه روش، همون 80% گوشی ها این فیلترینگ نصب شده روش، جالبه، ضد فیلترینگ ها، ولی خب اون سری جاش داره دعواست، سری جاش هست و قبلا ماهواره بوده، دیدیم دیگه شکسته شده، ولی خب اینطوری اتفاق تداوم داره، یعنی درسی گرفته نمیشه. خب با توجه به اینها 500 هزار تا به اندازه یارانه ایست که میدن به خانواده ها،
ببین فشار اقتصادی چه اصلا چه معنایی داره، ولی مقاومت هست دیگه. و در مورد مثلا فرض کن اقتصاد گزارش داده شده که چگونه در واقع 30% تخفیف به چین داده میشه و نفت، و با توجه به اینکه جنس ها رو بعد از اونجا خرید بکنه اقلام و با قیمت هایی که اون تعیین میکنه، و تشبیه میکنن خودشون به در واقع بازگشتی به استعمار قرن 19 هم که الان ما کشورمون استعماری نبوده، ولی اینطوری به اون شکل قدرت ها چجوری مستعمره ها فلان اینا چجوری نفوذشون این کارها رو میکردن. یعنی الان وضعیت ما اینطوریه، به زبان خودشون جاری میشه، به زبان همین مقامات رسمی، حتی نه روزنامه ها یا مثلا منتقدین داخلی رژیم داره گفته میشه همه اینا. پس بنابراین ما با یک ساختارهای صلب ایدئولوژیک و بسیار عمیق و قدرت موازی با اون مواجه هستیم که اینها کارشکنی میکنن، وجود دارن به طور عینی. حتی وقتی تعجبه کسی نمیتونه هنوز تحلیل کنه، من که نتونستم بفهمم که چقدر واقعیه چقدر ظاهریه، که وقتی خامنه‌ای دستور میده، یعنی پزشکیان میره توافقش جلب میکنه که در مورد این تابعیت قهری فقط تبدیل میشه به خود فرد، به خانوادهش، بچهش، اینا هیچ زور اونا اصلا چه ربطی داره به اونا، در خارج هستن بچه دار میشن یا مثلا همسر دارن، اصلا چه دلیل داره، هیچ منطقی وجود نداره به اونا شما تعمیم بدید که، ولی به خود شخص چرا مثلا دو تابعیتی نباشه. خب اینو اون گفته. بعد در واقع اون دفترش، مسئول دفترش، یک از اعضای دفترش هم که اون فضایلی باشه، اونم اعلام کرده طبعاً تایید. بعد خود معاون نخست رئیس جمهور که انصاری باشه، برای مجلس هم هست معاونشون، اون هم اصلا خود رهبری فرمودن فلان 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 اینطوری، ولی میبینی که مجلس همچنان دعواست و اجازه نمیدن، و بعد حتی قالیباف هم وارد صحنه میشه، در واقع داغ داغ میکنید سه تا قوه هستن که اونجا بخواهن با هم هماهنگی کنن، میبینی که نه فقط هماهنگی میشن بلکه اینجا علیه هم دیگه میزنن. اومده گفته که غیر قانونیه همین ظریف اینا، در حالی که اونا معاونه. یعنی میخوام بگم تضادها همه، شما وقتی میگیم بحران بازتولید مؤلفه هایی داره، مؤلفه های این اقتدار به طور کلی از اینها در میاد، این در واقع صورت بندی. از یه طرف همین مسئله شکاف های درونی شونه که هی داره بیشتر بیشتر میشه، ما داریم اینا رو میبینیم در هر زمینه ای، و حتی اخیرا خود که نمیگفت، میگفت وفاق هست و ما اصلا به گذشته هیچ انتقادی نمی کنیم، اینو گذاشتیم کنار به دولت‌های قبلی و دستاوردها و بیلان اونها، الان تهدید میکنن که اون بیلان‌ها رو منتشر میکنیم اگر زیاد اینطوری فشار وارد کنیم به ما، که ما چه خرابه یالا اونو شاهرودی گفته بود تحویل گرفتیم، چون اینا سعی میکنن اینا رو نگن و نمیگنن، واقعا پنهان نگه داشتن که توی این 3-4 سال چی گذشته برای اقتصاد. و بعد همینطور در مورد کارشناسان، اینو پزشکان دیروز مطرح کرده که این کارشناسان همشون نصب شده هستن، هیچ کدومشون کارشناس نه کاری نمیتونن بکنن، بعد همه این عوض بشن. خب این همون در واقع زیرها به وفاق زدن به نفس، که البته خودش دفاع میکنه از وفاق، ولی معنی وفاق همینه که شما اون آدمها رو قدرت و منصوبینش رو داشته باشید. مثلا قالیباف گفته میشه به خاطر اینکه یکی از همینا از جایی از وزارتخانه‌ای که پست مهمی داشته کنار گذاشته شده، این واکنشی شده، در حالی که قبلا نرمتر نشون داده بوده. مثلا همین در مورد حجاب شما بگید، حجاب شما میبینید که اینا کلینیک به اصطلاح درمان حجاب وجود بردن، یعنی تمام اینا بیمارانی هستند که باید در این کلینیک ها، کلینیک های روحی، درمان ها اینا صورت بگیره برایشون اینها، و بعد هم معلومه که پاسخ دولت میگه ما نیستیم، اون را اصلا هیچ کس معلوم نیست، دولت واقعی و پنهان، حالا که دیگه پنهان هم نیست، همه جا دیده میشه، ببینه که وجود دارن، یعنی سر بلند کردن. حالا این دو سه ماه ساعت روز ما اثر گذاشته، حالا همه چی داره میاد رو صحنه. خب ما داریم اینا رو میبینیم، یعنی حکومت چنان به هر حال تضادها رو در هم تنیده و بافته، و از اینا به اصطلاح صلب شدند، رسوب کردن، عمیق زینب شدن، الان خودشون راحت، یعنی همین کاسبان تحریم این اقتصاد، یعنی سود میبرن از همین نفت، از همین. یکی از همین ها مطرح کرده که در مورد نفت شما میبینید که خود گفتیم 30% شما داره تخفیف میدهید، و بعد اینا کاسبان تحریم میدارن،
یعنی نفع میبرن از این، اجازه نمیدن. و بعد ترامپ هم که داره میاد، ترامپ هم دقیقاً میخواد رو همینا فشار وارد کنه. همین الان میگن اصلا قبل از اینکه بیان به چین فشار وارد خواهد کرد که اینها رو نفع. ایران هم وابسته شده به چین، قبلا یه 7-8 مشتری داشت در همین سطح جهان این ور اونور، الان اینقدر گشته. چین هم که معلومه روابط اقتصادی کلانش با آمریکا فشار، خودش هم گفته بیام توافق کنیم، شی به اون میگه یعنی بشینیم صحبت کنیم اینها. خب معلومه چقدر آسیب پذیره، یعنی شما تخم مرغاتون کجا چیدید؟ خب همه اینها جلوی چشم اتفاق میفته. پس بنابراین بحران بازتولید با مؤلفه های اقتصادی، شکاف های درونی و مسئله شکاف بین مردم و جامعه و جامعه با حاکمیت، در مورد همین حجاب و بقیه مسائل هم میبینیم که تشدید شده. خود این در واقع شکاف ما میدونیم که زمینه‌های عمیق داشته و حالا هی داره بیشترم تشدید میشه. در حالی که پزشکیان با این شعار اومده بود که ترمیم میخوام بکنم این شعار، این فشار، این شکاف ها رو در واقع کم کنم، فشار ها رو، این شکاف ها رو با این شعار اومده بود خود پزشکیان. ولی الان خودش هم ادعا میکنه که داره کارشکنی میشه و نمیشه و پیش میره و اینا نمیشه بحران. خب این یه طرف. یک طرفش هم در رابطه با بحران بین المللی هستش، همین منطقی هستش که میبینیم که اون مقاومت اینها ترک خورده، شکست خورده و مسئله بحران هسته‌ای و بحران بازدارندگی به وجود اومده، چه در منطقه وسیله این نیروها که ضعیف شدن، چه در سطح کلان و همون هسته‌ای و قدرت بسیار دفاعش که الان دارن بازی میکنن با مسئله هسته‌ای که مسئله بسیار مهمی برای جامعه ما، که این به معنی نخواهد که راه نجاتی نیست شما با بمب اتمی بخواید بارسازی کره شمالی بشید کامل، این راه نیست. این بیشتر تحریک خواهد کرد، بیشتر حساس خواهد کرد همین جهان و هم دنیا رو، چون میبینن که ماهیت شما اینه که با همه اینا اینطوری بازی میکنید، هیچ پرنسیبی، هیچ قاعده، هیچ توافقی مطرح نیست. پس برای مردم ایران به هر حال براشون بسیار مهمه که تصمیمات کلان و خطرهای کلان وجود داره، با هم اینا گره خوردن رویکردهای بزرگی و حکومت هم که عقلانیت نداره دعواست توش اینا. خب پس بنابراین باید وارد صحنه شد، یعنی جامعه بیش از این که دارا بوده بتونه با بحران‌هایی که فاز جدیدی میتونن به صدا وارد بشن اینها رو بتونه باش مقابله کنه. ممنونم. رفیشان شما چگونه میبینید؟ چون میدیم که خب خیلی از تصویرهایی که رفیم اون تغییرات مشترک هستیم، بعد زیادی جنبش اجتماعی در مقابل این در واقع چرخش های ناگزیر برای در تغییر سیاست های کلان حکومت چگونه باید واکنش نشون بده، یا اگر چیز اضافه بر مطالبی که رفیم اون تغییر گفت بگیر. ممنون. من فکر میکنم که در رابطه با این بحران عمومی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی آشکاره که باخته، یعنی هر طوری بشه سیاست خارجیشون رو هم عوض بکنن، مشکل اصلی جمهوری اسلامی در داخل کشوره. چند تا نکته رو بایستی توجه داشته باشید. اول اینکه جمهوری اسلامی در مقایسه با رژیم شاه، چون حالا ما با یک خیزش عمومی، یعنی یک به اصطلاح آشکارا رویارویی خیلی گسترده و سراسری در کشور با بین مردم و جمهوری اسلامی روبرو هستیم، این وضعیت یک وضعیت استثنائیه. علتهای مختلف داره این ماجرا. اولین ماجرا عبارت از اینه که جمهوری اسلامی حتی در مقایسه با سال 57 اگه مقایسه کنیم یک رژیم شکننده تریه، متناقض تریه تا رژیم شاهنشاهی. علتش هم اینه که اصلا این علاوه بر سرکوب سیاسی و اینها که در رژیم شاه بیداد میکرد و فلان اینا، اختناق و این داستانها، این علاوه بر اینکه سرکوب سیاسی رو داره در تمام کنارگوشه کشور در تمام این مدت دیده ایم، علاوه بر این سرکوب مدنی گسترده تری داره که همین سرکوب مدنی باعث شده که مردم آشکارا به اون بنیاد نظری جمهوری اسلامی در واقع متمرکز بشن و اصل مسئله رو که مسئله حکومت فقه
اجرای نمیدونم قوانین فقهی و فلان اینا، اصلا شورش علیه اینه در وهله اول. حتی مسئله خامنه ای نمیدونم فلان رهبر شاه باید برود، اون موقع میگفتن نه، اصلا مسئله باید از اینه که اصلا نه تنها این حکومت باید بره، بایستی اصلا قوانین به اصطلاح شرع و فلان و اینها بره. این در ایران ما امروز هیچ در هیچ از کشورهای مسلمان اینقدر یک خیزش عمومی گسترده برای اینکه دین از دولت جدا بشه هیچ وقت به این گستردگی وجود نداشته. حالا این پس مسئله خیلی خیلی عادیه. مسئله دیگری که به نظر من خیلی مهمه، جمهوری اسلامی در دوره به بحران رهبریه. بحران رهبری وقتی میگم این عبارت از اینه که در واقع یه رهبری که همتکاره است، مثلا خامنه‌ای در مقایسه با شاه، شاه واقعا یک کتاز بود دیگه، این هم یک کتاز، منتها خیلی به اصطلاح وضعیت خرابتری داره، علاوه بر این چه نمیدونم راجب دیکتاتوری میکنه، سیاست‌های روز و اینا رو فتوا میده، نمیدونم فلان میکنه، حتی شریعت رو هم تغییر میده، به اصطلاح احکام علی محمد ابن عبدالله رو هم به اصطلاح چی میکنه، اجرا میکنه یا نقض میکنه به طور موقت فلان بهمان. اینها مسائل خیلی مهمی هست. خودش هم سنش به یه جاییه که حالا همه جا صحبت از اینه که مسئله جانشینی هستش. در زمان شاه تا اون اواخر کسی نمیدونست که شاه مریضه و رفتنیه فلان اینا. حالا همه دنیا میدونن که در داخل ایران هم هر روز هم بحث رهبر به اصطلاح جانشینی مطرحه، همون که شما اشاره کردید یا رفیق تقیه شاید پالیزدار و اینا میاند و اینا، میبینید یه مسئله جانشینی خیلی اصلا در بین حکومتی ها خیلی چشمگیره دیگه، خیلی مثلا گویا پسرش بیاد و فلان. و جالبه که اینجا مسئله جانشینی حتی در را مقایسه با رژیم شاه هم بدتره. رژیم شاه بالاخره حکومت سلطنتی بود، طبیعی بود که شاه بره باید پسرش بیاد دیگه. در اینجا یه جمهوری وجود داره به اصطلاح، و حتی حکومت دینی هم باید یه مجتهد بیاد دیگه. این اصلا میخواد حالا پسرش رو به جای خودش بنشونه. این شباهت داره به اون بی سابقه بودنش، به اون ماجرایی که وقتی معاویه تلاش کرد پسرش رو به جای خودش بنشونه، چون هیچ وقت در هنوز اسلام که شکل گرفته بود و اینها کسی به اصطلاح موروثی به اصطلاح نمیتونست به اصطلاح این کار رو بکنه و اینها. اینها میخوان در واقع پسر آقا رو هم جای خودش بنشونن دیگه. این خود این هم یک ماجراست دیگه. مثلا این نیست که اصلا مشتبه آدم خوبیه بدیه، آیا توانایی داره یا نه، اصلا خود فکر جمهوری اسلامی اصلا برباد رفته دیگه. اینجا هم یه جانشینی رو هم بهش اضافه کنید ببینید چه وضعیتی داره. بعد یه توجه ای هم که باید داشته باشیم، مسئله فقط به اصطلاح نیست، یک سلسله، مسئله فقط در سطح مطالبات طبقاتی و اینها نیست. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک رژیم نابهنگامیه و در از هر طرف که میچرخید واقعا با مسائل روز امروز دنیا و ایران ما مباینت داره دیگه. همین الان به این خاطره که مثلا خیزش های وسیعی در ایران حالا عملا وجود دارن، حالا هی سرکوب میشن و آرام میشن، فراز و نشیب دارن. مثلا این چیزی که نیمی از جمعیت رو نصف آدم حساب بکنید بابا یه چیز هولناکه. یا اینکه مثلا حتی مسلمانان سنی رو هم شما مثلا شهروند درجه دوم ببینید مثلا چیز وحشتناکه. مثلا بهائی کشی رو در نظر بگیرید، چیزهای هولناکیه دیگه. همه اینها رو در نظر بگیرید جمهوری اسلامی رفتنیه. یه نفر در رابطه با حکومت شاه اون موقع چیزی نوشته در عنوان، حالا اسمش یه دفعه یادم رفت و اینها، عنوان کتابش انقلاب غیر قابل تصور، Unthinkable Revolution و اینا، که به فارسی هم گویا ترجمه شده و اینا در داخل ایران و اینا. این خیلی جالبه، میگه که شاه عقب نشینی میخواست بکنه دیگه، وضعیت که خراب شده بود، منتها همیشه یک مرحله عقبتر بود از حوادث. یعنی در واقع واقعا هم اونایی که انقلاب سال 57 رو دیدن
اون موقعی که مثلا بازرگان رو میگم آموزگار رو آورد جای هویدا، شاید اگه امینی رو می آورد و اینا شاید میشد یه مقدار محقق. خامنه‌ای حتی از اونم عقب‌تره، فکرشو بکنید. همین الان مثلا پزشکیان رو آوردن که اینا چراغ میدن که ما داریم عقب نشینی میکنیم در سیاست خارجی و حتی در سیاست داخلی هم نرمش بیشتری میدیم و فلان. از اون طرف میاد همچنان به اصطلاح صحبت میکنه، دیدید که از همین صحبت آخرش و اینا اصلا حالیش نیست و اینا اصلا جستش. حتی شاه در اون اواخر اینطوری به اصطلاح حرکت نمیکرد و اینا. به نظر من وضعیت بسیار بسیار شکننده است برای جمهوری اسلامی و راهی هم نداره. مرحله نه یه مرحله عقبه، ده ها مرحله عقبه و تازه عقب هم نبود اصلا. این حکومت موندنی نیست و مسئله اینه که چطور میره، چطور به اصطلاح اون نیروهای جایگزین به اصطلاح چطور میتونن شکل بگیرن، آیا مردم ایران میتونن به اصطلاح حکومت قابل تحمل تری رو جای این بیارن نیارن. بعد رژیم شاه اصلا دشمن خارجی عملا نداشت تا اواخر. این اصلا در واقع هیچ متحدی در سطح بین المللی نداره. همه حتی مثلا عراق که این همه مثلا اینا فکر میکردن شیعیان عراق فلان، بابا اصلا عراق هم با آمریکا اصلا چی داره؟ هیچ متحد بین المللی نداره. از هر نظر ببینید حکومت دیگه ماندنی نیست دیگه. همه درباره روز بعد از این دارن فکر میکنن. این روز بعد از این چی خواهد اومد؟ این مسئله اینه و چطور خواهد اومد مسئله اینه. و یعنی مسائل دیگه از دست رفته. به قول شما اون کتاب انقلاب تصور ناپذیر چارلز کورزمن. کورزمن آره. اون بود که امیدوارم همین ما در انتظار باز یک انقلاب دیگه تصور پذیر هستیم. تصور پذیر اون طرفتر دیگه آقا همه دارن اصلا. از هستیم و امید که این گونه باشه. از هر دوی شما سپاسگزارم و از شما بینندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال کردید. نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو لطفاً برای ما به همین آدرس هایی که در زیر میبینید بفرستید. ممنون میشیم. براتون سلامتی و شادی و راحتی آرزو. شاد باشید.